فقط برو. اه حامد جان. جان خواستم بگم که قدر همکاراتو بدون، به خصوص خانم صفاییو. خیلی خوشحال شدم چند وقت بود ندیده بودم. فقط یه کاری واسه من پیش اومده، من باید برم. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ شما. مهدی کاکا مهدی چرا اینجوری کرد؟ خانم صفایی میگم که ولش کن، بابت گل و این هدیاتون همه ممنون، بعد دیگه هرچی بود تموم شد دیگه، فدر سرتون. خب واقعا؟ آره وای آقا، من داشتم از ناراحتی میمردم آقا، ولی حداقل خب یه چیزی راجع به خودم فهمیدم. چی؟ من اصلا گزینه خوبی برای مدیر برنامه شدن نیستم. اگه اجازه بدی من دیگه مدیر برنامه شما نمیشم. باشه خب فدر سرتون. این که فقط یه چیزی، یعنی من و شما دیگه قرار نیست با هم همکار باشیم، با هم کار کنیم کلن؟ دیگه همکاری نداریم با هم. خب بجز اینجا البته، بجز خندوانه. خسته نباش. خداحافظ. خدا خانم صفایی ببخشید، میگم حالا که قرار نیست دیگه با هم کار کنی، من یه مدت یه چیزی میخواستم خدمتتون عرض کنم. میگم اگه میشه فردا یه قراری بذاریم با هم، من عرض کنم خدمتتون. باشه حتما، بازم معذرت. خدافظ. خدافظ. مهمونه جوون، تا کی تماشاچی روپا؟ از امروز دوران جولانه جوونا. تماشا خوب دکتر جان دقت، ببینید دکتر چشم راز، از الان به بعد مهمونی که دعوت میکنی باید چنان این پیر باشه که خشت خامو که جلوش میگیری لبخونی کنه. ببخشید آقا دکتر، جسارتاً دعوت مهمان یه کار تخصصیه. تکه چی میبینی؟ حالا تخصصی نباشه، زمانبر که هست دیگه. پیدا کردم من تو همین استودیوی خودمون یک گزینه خوب انتخاب کردم. ایوب. آقا ایوب. بله. گفتی چرا دو شبه نخوابیدی؟ چی بابا، دیشب که پای موزیک بودم تا صبح، پریشب من خوشحالی نخوابیدم. با چه خوشحالی؟ چی دیگه، با خانم صفایی پریشب صحبت کردیم، ماشتی کردیم با هم، دیگه قرار شد مدیر برنامه‌ام نباشه، به این خاطر که دیگه کلا نمیخوایم با هم کار کنیم. گفتن فردا کل داستانو بگن، همه چیو بگن. چیو بگید آقای همایون؟ جای حساس خوابتون برد. چیو بگید آقای همایون؟ چیو بگید خاصه بخوام صفایی چیو میکنی؟ بگید چیو میخواستین بگین؟ ای بابا دیگه هیچی دیگه، دیروز که خانوانه به خاطر اون داستان ایده پردازی کلا تعطیل بود، یه قرار شد دیگه امروز بهش بگم دیگه. آها همون جریانو میخوایم بهش بگین دیگه. آره دیگه. کدوم جریان؟ من شما جریان میدونی چیه؟ فکر کنید اینجا اتفاقی بیفته من ندونم. معلومه که میدونم، فقط بگین که چه جوری مثلا میخوایم بهش بگین. به کسی چیزی نگفتی که؟ نه بابا، دهن من قرصه. میخواین الان تمرینی بگید؟ چی دیگه، میخواستم جریان علاقه و خواستگاری اینا رو بگم دیگه. علاقه؟ خواستگاری؟ چیه شما که گفتی همه چیه؟ میدونم که نه میدونم میدونم، همینو میدونم. فقط یعنی میگم خب با این ریخت و قیافه که به هر کسی بگین جواب نمیشنوین دیگه، مثلا همین الان از صندلی خواستگاری کنیم. خانم ببخشید، من راجع به یه امر خیر میخواستم باهاتون صحبت کنم. میگه نه نامزد دارم. حامد عزیزم سلام. خوبی؟ سلام. چطوری قشنگ؟ بهمن جون سلام. خوبی؟ سلام عزیزم. خوبی؟ چی شده؟ هیچی. حامد ببین، یه پیشنهاد بسیار عالی برات دارم. خب حق نداری بگی نه ها، بگو باشه. خب ببین، میخوام که امروز تک تک دقایق و لحظات رو با هم بگذرونیم. خوبه؟ نه آقای مرشد، آخه امروز آقای همایون یکی دو تا کار واجب دارن. حرف نباشه دیگه، امروز مال منی. آقای همایون ساناس داره میرسه، منم میز و شمع و اینا همه رو آماده کردم، فقط آقای مرشد رو میخواین چکا کنید.
جلو بر من که سشته نمیشه حرف زد. امروز یه چیز سرهم میکنم، فردا خودم تنها باش صحبت. فردا دیگه دیره، سمس بخواد برم خسبتن امروز بهش بگی. ای بابا ولش کن، هر چی میخواد بشه بشه، همه امروز بهش میگم. بگین حتما. من برم سری به کارا رسیدم. بفرمایید. صفایی، یادتونه اون روزی که من تو فصل جدید خندوانه مهمون برنامه بودم؟ بله آقا. یه اتفاق خیلی خیلی مهم برام افتاد. من در جریانم. شما تو آسانسور برج گیر کردی. ای بابا سنا زدق اجازه بده. ای آره اون روز من عاشق شدم. و الان در حضور یکی از بهترین رفقام میخوام از شخص شما تقاضای آشنایی بیشتر و خواستگاری کنم. وای خدا مرگم بده. خدا چی شده؟ خدا نکنه خانم، من یه خواستگاری ریز ازتون کردم. چی شده؟ حامد جان من از تو متشکرم. ببین تو به قولی که توی خندوانه داده بودی در رابطه با ازدواجت عمل کرد، واقعا بهت افتخار میکنم. مرسی که منو تو این لحظه زیبا و حساس شریک کردی، واقعا من تشکر میکنم، ممنون هستم. خودشم رسید، ستاره عاشق ما، حاکم احساس. سلام، خوش اومدی. آقا نکنه قراره آلبوم جدید حامد همایون رو نمایی بکنیم؟ کدوم آلبوم؟ چیه آلبوم؟ کجا؟ شما خوبی قربان؟ تشکر میکنم، اینجوری که پیداست قرار روز بسیار پرنشاط و زیبایی پیش رو داشته باشیم. جینگ و جینگ ساز میاد، صدای پاش از بالای شیراز. چیز برمجون امروز قرار رسن کسایی چی کار کنیم؟ چه خبره؟ کلا خبره مهم که پیش شماست. از اس چه خبر؟ چی؟ اس چی آقا؟ اس؟ بابا هیچی، یه اس یه چیزیه بین من و برمجون شوخی میکنن. انقدر هوا گرم بود داشتم میمدم کجا آقا؟ کویرم یه آب میوه اگر که اجازه بدین. آب میوه افتاد نری دوستانی باشید که جناب آقای حیوانایی، شما قسمت 26 خندوان همین فصل رو که یادتونه دیگه ها؟ خیر دقیق یادم نیست. من یادمه، من خیلی خوب یادم چون حافظم خوبه. دقیقاً همون قسمتیه که من آقای همایون رو به عنوان مهمان آوردم برنامه. بله تو بودی ها؟ بله. با احترام دعوت میکنم از حامد همایون. چطوری؟ خدا رو شکر. یه قرارایی داشتی، یه چیزایی گفته بودی یادتونه؟ گفته بود دیگه آستین باید بالا بزنه و بره تو میدون و بره زن بگیره و دختر بستونه و چی شد؟ خدمت شما که عرض کنم. چقدر جدی شدی؟ چیزه دیگه فکر میکنم دیگه امسال حتما این کار باید بکنم. راست میگی؟ بله آقا دست بزن. البته صبر کنین ما گول نخوریم، این اینو میگه نمیکنه این کارو، ولی واقعا امسال این کارو میکنی؟ باید قلبه بلرزه دیگه. آها هنوز نلرزیده دیگه، حالا باید بلرزه، یه تکون ریزی خورده. داری اتفاقایی میفته.
حالا به همین مناسبت میخوام رونمایی کنم از تابلوی حیات اداری خندوانه که به اسم جدیدش نامگذاری شده. آقای حیوانایی بفرمایید. به تو هم میگن رفیق ها؟ چرا؟ بابا مگه بساط بعمل نمینی؟ خاک تو سر من داره میکنه. نمیدونم داره چی کار میکنه. ای دیشب به من گفت نمیدونم به مناسبت عاشقیت میخوام سورپرایزت کنم، گفتم دستت در نکنه، گفت قول بده خوشحال شی، گفتم چشم. بابا من هنوز خودم به خانم صفایی یه زنگی نزدم که معذب نشه، اگه بفهمه این آدم داره جلو همه تابلو میکنه، همه فهمیدن من بدبخت چه خاک تو سرم کنم. ای بابا چه وضعی شده؟ با این حساب شما برای کارگاهی که معلوم نیست مجوز داره یا نداره، در کروماکی خندوانه با استفاده از ظرفیت‌های ما کلیپ تبلیغاتی ساختید، درسته؟ اون هم برای پخش در فضای مجازی. این شرم‌آوره. آفره. من اصلا امروز قصدم این نبود، من فقط میخواستم تولد یک عشق رو توی خندوانه جشن بگیریم. همین، یا همین نقطه یک عشق متولد شده، یک عشق شکل گرفته. حامد همینجا عاشق شده و اگه خانم صفایی جواب مثبت بده، حامد عزیز ما دوماد میشه. این خوشحالی داره، نه پیگرد قانونی. آقای همایون، فکر کنم این کلید مال شماست، از جیبتون افتاد. خیلی ممنون. عزیز من، اصلا مسئله من این نیست که الان کل بچه ها میدونن. بنده خدا بهمن از خودم اجازه گرفت. الان مسئله من اینه که خانم صفایی اگه بفهمه چه فکری راجع به من میکنه. خب اون که معمولا اصلا فکر نمیکنه. آقا درست صحبت کن دیگه. نه عزیز من، ای بابا، دارم میگم ایشون فکر خاصی نمیکنه چون ماجرا حل شده. عزیز من کجا ماجرا حل شده؟ من از روزی که به ایشون گفتم سه روز رفته مرخصی، یه پیام به من نداده. این جریان بفهمه دیگه نور الان نور. بابا خانم فروتن زنگ زده به ساناز صفایی. خانم صفایی؟ بله خانم صفایی. بله. کل ماجرا رو تعریف کرده، تاکید کرده که ماجرا رو از چشم شما نبینه. ایشون هم کاملا خوب برخورد کرده. بله. شب جون یه لحظه الان میام ببخشید. ترسیدم آقا. الو. نه چیزی نیست، خوبم. بله بفرمایید. هیچی، میخواستم بگم که واقعا دستتون درد نکنه، مثل یه خواهر امروز پشت من بودید. واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم، ساناز واقعا برای من عزیزه، شما هم جای امین. دم شما گرم. فقط این که شما با خانم صفایی صحبت میکردین که چیز راجع من نگفتن، مثلا که نظرشون چیه، اصلا فکراشونو کردن نکردن، میخوان فکر کنن، در حال فکر کردنن، جریان چیه؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ الو ساناز جون، یه لحظه گوشی دستت باشه، با شما کار دارن، از خودش بپرسی. بله حامد جون، منم تنهات میذارم، موفق باشی. الو نفر بعدی، نام خانوادگی، تاریخ تولد. ساناز صفایی، سال 1368.
بابا چه پا قدمی تا اومدین برقم اومد. شما برو تای صف. شما هم حواست به فرما باشه. من اصلا میخوام کمک آقای همایون. کمک آقای همایون کنی؟ نه الان نشه رسیدم. کابه صدری رو برده بیا بذارش تو بسط مادر. آفرین پسرم، حالا خودتون بشینید رو صندلی. بشین بریمیسید. ما از اون خانواده ها نیستیم که دوران نامزدی رو طولانی کنیم. خانم صفحه مرخصی خوب بود؟ خوب که چرس کنم حالا برای فکرام هم کردم تو این مدت، با خانواده ما مطرح کردم. آها. حالا میخوام با آقای همایون حرف بزنم. آها. اه چیه؟ چیه؟ گابه چه خبره؟ آقا فیناله. اه فیناله چیه؟ خانم صفایی داره با حامد حرف میزنه که جوابشو بهش بگه. آه جلس. چیه؟ منتظریم عروس بله رو بگه. آقا پسر چون کجه؟ ببین برو از اون زاویه هم عکس بگیر. گنده ای سینخیز برو از اون. داره میاد بیرون، داره میاد بیرون. خانم صفایی چی شد چی شد؟ هیچی. ها؟ من جوابم با آقای همایون گفتم. خب خب چی بود جوابتون؟ اصلا اگه برایشون فرقی هم میکنه؟ ها؟ اصلا برایشون مهم نبود. من خودم یه اخلاقی دارم، آرونه رو واقعی میگم، رو بقیه هم همچین حسابی میکنم. نه یعنی نه، آره هم یعنی آره. این بنده خدا میگه من از ازدواج مسئولیتاش میترسم، در نتیجه نه نم یعنی نه. بابا باشه، چند ساعتی دیگه ضبط داریم، همه بچه ها میترسن. اونا از ازدواج میترسن؟ ما از ازدواج واسه چی بترسن؟ از پیک جدید کرونا میترسن. آقای صابر، خانم جدت که شما تازه آوردینش نویسنده، اینم از حجم کار میترسه. چش سفید میگه نمینویسن. ببخشید این خانم جودت اسم کوچیکش سارا نیست احیانا؟ چرا اتفاقا سارا جودته، میشناسیش؟ آره بابا، فامیل دور مادرم ایناس، رفت آمد خانوادگی داریم. هم ترانه سراس هم نویسنده. آره یه کارم قبلا با هم کردیم، خیلی باحال شده. خوب حامد جان، مادر شما تشریف ببرید این کافه کناری، فامیلتون اونجا نشسته. بله. باش صحبت کنید، وضعیت براش توجیه کنید، شاید دو هفته بمونه. این دختر گناه داره، مینو دست تنها. چشم چشم. آره مرسی حامد جون. چشم حامد راضی شو نیا. گیریم حامد. آقای مرشد چی شده؟ داشتم فکر میکردم که یه 5 سال پیش یه روز رفتیم توی فرودگاه متروک. خب بود رامبد و ارشغدستی ماشین چپ کنم با هم. بله بله. آره تو خودت داشتی فیلمشو میساختی؟ بله. هنوز فیلمشو داری؟ آره معلومه. میتونم خواهش کنم که همین الان رو گوشی ارسالش کنی؟ بله چشم. یادم اون روزم رامبد خیلی ترسیده بود. خب الان من یه فکرایی دارم، میخوام که اینو برای همه بچه‌ها بفرستم. خب. که ببینن که حتی اگه وقتی ترس هم داری باید بری تو دل ترست. اصلا فکر نمی کردم ولی واقعا سوارشی بیای، ولی خیلی کار خوبه. ولی خیالت راحت بشه، همه چیز خیلی من الان اون تو هم دارم میترسم، نمیدونی چه حس عجیبیه. ترسیدم ولی انجامش دادم. بترسو انجامش بده. منم برم این تماشاگرهای فردا رو هماهنگ کنم. برو من ترس.
تو هم یعنی چی؟ میترسم از ازدواج. والا این چیه؟ میترسیدم ولی انجامش که دادم. خدا معلومه وقتی به طرف میگی میترسم بیخیال میشه دیگه. پاشو پاشو الان آقای همایون تو کافه است. پاشو برو ببینش. راست میگه پاشو پاشو الان. آره پاشو ساناز خانم بترس انجامش بده. پاشو مبارکه. پاشو پاشو دیگه یالا گلم ببر. گلم آره یه دونه یه دونه. چی بپوشی؟ صورتی قرمز. بریم 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 بریم. خیلی خوب. لحظه حساس چی شد؟ نزش نه تو دهن من بخیسه. رفت سراغ نفر بعدی. نه نه خانم صفایی نه، این بند خدا چیزی نویسنده جدیده. با نویسنده جدید میره کافه؟ اه برای من رقیب میاره؟ نه بابا اینجوری نه. من پای این رقیب جدیدو از زندگی میبرم. حالا میبینیم. اه خانم صفایی، خانم صفایی، خانم صفایی ده. نه آقا، بله من گفتم، من گفتم بازم میگم آقای همایون خسیسه، خیلی هم خسیسه. منم اصلا از مرد خسیس خوشم نمیاد. خانم صفایی، آقای همایون اینجا ماشینشو فروخ، حقوق بچه‌ها رو داد، یه روز در میون همه رو اینجا نهار مهمون میکنه، کجا خسیسه دیگه؟ تو ابراز احساسات که خیلی خسیسه که. بهش گفتم نگو باشه، نه یه عشقی، نه یه بغضی، نه یه آهی. بعدش هم که ایشون رو تو کافه رویت کردم. وظیفه من اینه که اون خانومو در مورد این آقا و عواقبشون روشن کنم. خانم صفایی به نظر من شما احساس خطر کردی. خانم دارید علی حامد سمپاشی میکنی تا رقیب فرضی رو از میدون به در کنی. شما میدونستین اینجا بابت آزمونگیری‌های شما توی امور مالی و قراردادا میخوان توبیختون بکنن؟ بین خودم بمونم. منو توبیخ بکنم؟ تو بیخ. چرا؟ الان این حرفی که به خانم صادق زدی که درست نبود. نه درست نبود. پس چی؟ چرا این کار کردی؟ خب بالاخره من الان جانشین دستیار تهیه‌ام. خب دستیار تهیه الان کیه؟ خانم صادقی. خانم صادقی. خب ایشون بره من میشینم جاش دستیار تهیه. یعنی چی؟ حالا یه سری از بچه‌ام ازش شاکیم به خاطر قرارداد و حقوق و حالا خانم صادقی یه ذره فشارو بیشتر بکنه همه شاکی میشن. ای 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 موقعیشون میره من میشینم جاش. کاوه تو چی شدی؟ داری چی کار؟ سلام. که صادقی ولخرجاره؟ بله. من که میدونم تمام این حرف و حدیث ها زیر سر شماست ده. ولی وقتی موافقت این طرحمو از آقای جوان گرفتم به همه اینجا ثابت میکنم صادقی چقدر میتونه حسابگر باشه. بله من از کارهای زشت خانم صادقی حمایت میکنم. چطور خانم صفایی رفته همه جا چو انداخته که من بخیلم خسیستم؟ باشه چرا فقط اسمشون بمونه؟ خیلی خوب خیلی خوب. حالا میخوای چیکار کنی آقای همون؟ هر جا خانم ساناز صفایی رو ببینم جلوش وای میسم. به هم نگفته پشت سرم کلی حرف در آورده. شما روی حامد همایون ندیدی؟ خانم صادقی خوب کاری کرده که خانم ساناز صفایی رو تعدیل کرده. اصلا من چش دیدن کار کردن و خوشی مردم رو ندارم. خوب شد؟ حالا که بخش تعدیل نیرو به وجود اومد، خب ما تو بخش تهیه اضافه داریم. خانم بنفشه و آقای کاوه یکیشون باید بره. واقعا خوشم اومد. آفرین به شما. آفرین. خب پس یعنی بین من و خانم صادقی باید یکیمون انتخاب بشه دیگه. بین من و شما؟ ببینید من در مورد طرح طلایی حقوق دارم. یعنی حقوق میشه جایزه. من بعد هر کدوم از عوامل خاندوانه کارشونو که به خوبی در ماه انجام بدن ما حقوقشونو به عنوان جایزه بهشون میدیم. خانم من اونجا نوشتم هر کی کارشو درست انجام داد علاوه بر حقوق جایزه هم بهش میدن، نه به عنوان جایزه بهش حقوق میدیم. که چیکار میکنید؟ من سند استراتژی دوستان گوش بدین. خودمون رو سند استراتژی من
برای عواملم شعارش اینه که اتاق شیشه‌ای مالی با در باز. کوچ کردنتون هم دیدیم. کوچ کردن شما رو هم دیدیم. بله، وقتی بله. مشاور بنفشه شما باشید، باید هم توقع همچین برنامه‌ای باشه. نکنه دروغی که خودتون ساختین خودتون باورتون شده. کدوم دروغ؟ همین که چو انداختین که به گوش مامان منم رسیده بهم زنگ زده. مامانتون دیگه کجا فهمیدن؟ ای شما کی گفتی از موضوع خبر نداری که خانم جودت فامیلمونه. یعنی فقط فامیلتونه همینجوری با هم حرف می‌زدین؟ بله، فامیل من خسیس چشتنگ. بله، خسیس که هستید دیگه، نگید نه. خسیس تو چی هم چون خسیس باز تو پیشنهاد دادن به ابراز احساسات خیلی هم خسیسید شما. من کی بار پیشنهاد دادم شما گفتی نه؟ بله، یه بار خواستگاری کردی، یه بار دیگه خواستگاری کنی چی میشه؟ میمیرین خسیسید دیگه. یعنی من اگه پیشنهاد دادم شما الان میگی بله؟ بله. پس یه بار دیگه به خاطر اینکه ثابت کنم خسیسیدم میگم، با من ازدواج میکنی؟ بله بله بله. بله، اینم پایان خوش قصه ما. خدا رو شکر که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد. ممنون که همراهمون بودین این شبها و ما مهمون خونه هاتون بودیم. خانم ببخشید، یه لحظه کنار بایستیم خانم، داریم زب میکنم. ببخشید، چه آقای همایون رو صدا بزنیم؟ آقای همایون الان سرشون حسابی شلوغ. بله میدونم آقای همایون همیشه سرشون شلوغه. اگه لطف کنین الان صداشون بزنین یه لحظه بیان بیرون. من الان اینو ضبط کنم میرم صداشون. یه لحظه کنار میستین. آقا من کار واجب دارم. اگه لطف کنین الان صداشون بزنین. من همسرشون هستم. بله من همسر آقای همایون هستم. اگه لطف کنین صداشون بزنین. شما همسر آقای حامد همایون هستم.